der, die, das. خب این سه تا آرتیکل در زبان آلمانی وجود دارند و خیلی مهم هستند، چون که اگر اینها رو نشناسیم اصلا حرف نمیتونیم بزنیم در واقع، چون برای توی هر جمله ما از این سه تا آرتیکل باید استفاده کنیم، حالا چه دایرکت چه ایندایرکت، یعنی چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم. همه کلماتی که نومن هستند آرتیکل دارند. حالا نومن چی هست؟ نومن یعنی همه پرزونن، یعنی اشخاص، تیغ یعنی حیوانا، گدنکن یعنی اندیشه ها، فکرها، حالا بهتون میگم که منظورم دقیقا چیه، و دینگه همه اشیایی که وجود داره، اینها همه جزء نومن به حساب میان. حالا گدنکن، منظورم از گدنکن چیه؟ گدنکن چیزهایی مثل جواب دی انتوارد یا سوال دی فراگه، یا خود گدنکن، خود کلمه گدنکن فکر. خب اینها همه نه شخصند، نه حیوانند، نه یک اشیا هستند، ولی با وجود این آرتیکل دارن. خب بریم دقیق نگاه کنیم der, die, das چه وقتهایی استفاده میشن. دوستان اولش بگم بهترین نحو یاد گرفتن آرتیکل اینه که وقتی که دارین کلمه جدیدی رو یاد میگیرین، خب این یاد گرفتن کلمه خودش زحمت داره، یه راست با خود آرتیکلش یاد بگیرین، چون که اینجوری دیگه مطمئنین که درسته. خب حالا من تو این درس ولی بهتون نکته هایی رو یاد میدم که اگر جایی گیر کردین و نمیدونستین از کدوم آرتیکل بعد استفاده کنین، بتونید با این نکته هایی که امروز دارین یاد میگیرین راحت تر تصمیم بگیرین که کدوم آرتیکل رو باید استفاده بکنید. خب اینجا براتون نوشتم der. این آرتیکل، آرتیکل مسکولین یعنی männlich، یعنی مذکر هست. آرتیکل دی فیمینین و weiblich یعنی مؤنث هست. و آرتیکل das که نویترال هست، یعنی خونسا، nicht männlich nicht weiblich یعنی جفتش نیست، nicht männlich، نه مذکر نه مؤنث. خب بریم با هم با آرتیکل der شروع کنیم. خب همونطور که گفتم آرتیکل der برای تمام چیزهایی که männlich هستند استفاده میشه، برای تمام کلماتی که männlich هستند. männlich مثلا چی؟ مثلا پرزونن که männlich هستند، اشخاصی که männlich هستند. از جمله der من. خب مرد مذکره، بنابراین آرتیکل der میگیره. بروفه، ما تو درس قبلی یاد گرفتیم که در زبان آلمانی شغلها مؤنث و مذکر هستند. بستگی به این داره که اون کسی که داره اون شغل رو انجام میده زن باشه یا مرد. خب بنابراین تمام شغلهایی که یک دونه مرد انجامشون میده مذکر هستند و به خاطر همین آرتیکل der میگیرن. مثل این مثالی که براتون اینجا آوردم، der Bäcker یعنی نونوا، نونوایی که مرده، و به این دلیل میشه der. و همچنین rollen که männlich هستند. rollen به معنی نقش یک فردی هست، نقش یک فرد در فامیل یا نقش یک فرد در مدرسه مثلا یا در سر کار. الان براتون مثالی که آوردم اینجا هست، der Bruder. der Bruder یعنی برادر. این نقش یک دونه انسان، نقش یک دونه مرد در فامیله، و چون که Bruder مذکره، برادر مذکره، آرتیکل der میگیره. پس چی شد؟ تمام اشخاصی که مذکر هستند آرتیکل der میگیرن. پس در اینجا میدونید که 100% آرتیکل der استفاده میشه. و همینطور برعکسش مؤنث، همه افرادی که خودشون مؤنث هستن، مثلا خانوم دی فراو، خانوم مؤنثه، بنابراین آرتیکلش دی میشه. همینطور تمام شغلهایی که مؤنث هستن، دی لیرین، معلمی که خانومه، der Lehrer معلمی که آقاست، دی لیرین معلمی که خانومه. و همینطور نقشی که یک انسان میتونه توی یک جامعه، حالا در خانواده یا سر کار یا
مدرسه یا هر جای دیگه، نقشی که یک دونه فرد داره در یک جامعه ای، اگر اون نقش مؤنث باشه آرتیکل دی استفاده میشه. اینجا باز هم من نقش یک دونه زن رو در خانواده براتون گذاشتم، دی شوستر، خواهر مؤنثه، بنابراین آرتیکل خواهر هم باید دی باشه، دی شوستر. خب این چیزهایی بود که 100% و فکر میکنم که خیلی سخت نباشه تشخیصشون. ولی خب در زبان آلمانی چیزهای دیگه هم هستن که آرتیکل دارن، مثل میز، مثل فرش، مثل لامپ، همونطور که گفتم حتی مثل جواب سوال یا خود سوال، اینها هم همه آرتیکل دارن و ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که کدوم آرتیکل رو باید برای کدوم کلمه انتخاب کنیم؟ میریم با هم دیگه نکته هاشو ببینیم. مرکمال تو اکنونگ فان آرتیکل، یعنی ویژگی های تشخیص آرتیکل ها. شروع میکنیم با آرتیکل دیا، آرتیکل مذکرمون. دوستان هر کلمه در زبان آلمانی که آخرش ای داره، 70% موارد آرتیکلشون دره. خب حالا میگیم 70%، ولی خیلی مطمئن نیست. همون کلمات، یعنی همون کلمه هایی که آخرشون ایر بود، اگر ریشهشون یک دونه فیل باشه 100% آرتیکلشون دیام هست. بریم ببینیم کدوم کلمات این شکلی هستن. مثلا فیل شرایبن، شرایبن یعنی نوشتن و دیا کوگل شرایبا یعنی خودکار، دیا کوگل شرایبا. امفنگن، امفنگن یعنی دریافت کردن و der Empfänger یعنی کسی که دریافت میکنه. پس Empfangen دریافت کردن و der Empfänger. و همینطور Radieren، Radieren یعنی پاک کردن و der Radierer یعنی پاک کن. دوستان اینجا هم سریع چیزی بگم، اونم اینه که همونطور که مشاهده میکنید افعال همیشه کوچیک نوشته میشن، اولین حرفشون کوچیکه و نومن در واقع اسم‌ها همیشه اولشون، حرف اولشون بزرگه. خب حالا نکته بعدی، اگر آخر یک دونه کلمه او ای باشه، آخر کلمه او ای، خب نوزول که دی آستیم گریشی که شتامن، یعنی فقط کلماتی که ریشهشون در زبان یونانی هست، کاینه دویچن ورتر، یعنی کلماتی که ریشهشون در زبان آلمانی هست اونها رو در اینجا منظورمون نیست. این کلمات 100% آرتیکلشون در هست، مثل در موتور یعنی موتور، یا در مونیتور یعنی مونیتور. خیلی از این کلمات در زبانهای دیگه هم همین اسم رو دارن. پس 100% اگر آخر کلمه او ار باشه و اون کلمه از زبان یونانی اومده باشه. نکته بعدی، اگر آخر کلمه او اس باشه، حرف او و اس، ریشه اون کلمه باید زبان لاتین باشه. پس اینجا هم منظورمون کلماتی که ریشهشون در زبان آلمانی هست نیستش. نوزال که دیاسم لاتینیشن شتامن، کاینه دویچن ورتر، کلماتی که ریشهشون در زبان آلمانی هست اونها منظورمون نیست. این کلمات هم 100% آرتیکلشون در هست، مثل در اتوبوس، یعنی که در بوس یعنی همون اتوبوس، در توریسموس یعنی همون توریسموس. خب میرسیم به دی، به آرتیکل دی که همونطور که گفتم مؤنثه. دوستان در 98% موارد وقتی که آخر یک دونه کلمه حرف ای میاد، اون کلمه آرتیکلش دی هست، مثل دی تاشه یا دی فلاشه. تاشه یعنی کیف و فلاشه یعنی بطری. همینطور وقتی که آخر یک کلمه حروف ای و ای بیاد، در 98% موارد اون کلمه آرتیکلش دی هست، مثل دی فامیلیه یا اینکه دی کومودیه. فامیلیه یعنی اینکه فامیل و دی کومودیه یعنی اینکه کمدی. و در موارد پایین
100% آرتیکل دی هست. وقتی که آخر یک کلمه یک دونه از این اندونگا بیاد، 100% اون کلمه آرتیکلش دی هست. اندونگا هستن اونگ، ایون، هایت، کایت، شافت و آی. بریم تو کلمه ببینیم که چیا هستن. دی وونونگ آخرش اونگ داره، به معنی خونه آپارتمانی. دی لکسیون آخرش ایون داره، لکسیون به معنی درس. دی واهایت به معنی واقعیت که آخرش هایت اومده. دی ورکلیکایت، دی ورکلیکایت یعنی اینم در واقع واقعیت میشه. دی ویرتشافت که آخرش شافت اومده و این میشه اقتصاد. و دی پاتای، دی پاتای که آخرش آی اومده و این میشه حزب. خب این نکات ما بودن برای دی و دیا، یعنی آرتیکل مؤنثمون دی و آرتیکل مذکرمون دیا. بریم ببینیم داس نکاتش چی هستند. همونطور که گفتم داس نه مذکره و نه مؤنثه. داس خونسا هست. اگر آخر یک کلمه هن بیاد، هن مثل هند هن یا اینکه لفل هن، این اگر بیاد آرتیکل ما 100% دست میشه. پس اگر هن آخر یک دونه کلمه بیاد، حالا معنی این هن چیه؟ وقتی که این پشت کلمه میاد معنیش چی میشه؟ دوستان اصل کلمه هند هن هستش دی هند، دی هند یعنی دست. و وقتی که دی هند میشه دس هند هن یعنی دست کوچک. معمولا بچه ها هند هن دارن، به دست آدم بزرگا میگن دی هند و به دست بچه ها میشه مثلا گفت دس هند هن. البته به یک دونه دست دوستان، این زینگولار هستش، یک دونه دست. توجه کنید که دی هند آش املات نداره و وقتی که این هن آخر یه دونه کلمه میاد، همیشه اگر حرف صداداری باشه توی اون کلمه املات میگیره. لفل یعنی قاشق، یک دونه قاشق معمولی بهش میشه گفت لفل، این لفل، دیا لفل، در واقع مذکره. و وقتی که هن آخرش میاد میشه لفل هن، دست لفل هن. مثلا به یه دونه قاشق معمولی غذاخوری میتونیم بگیم دیا لفل و به یک دونه قاشق چایخوری مثلا میتونیم بگیم دست لفل هن، قاشق کوچک. دوستان کلمه لفل خودش اوش املاوت داره، خودش او املاوت هستش اوش. خب یعنی اینجا حواستون باشه که لفل املاوت داره و لفلکن هم مسلماً املاوت داره. مثال های دیگه ای میتونم بزنم. مثلا گفته بودیم دی فلاشه، دی فلاشه همین الان داشتیمش که میشه بطری. و اگر هن بخوایم آخرش بذاریم میتونیم بگیم دس فلش هن، دس فلشن. میتونم مثال های دیگه بزنم. مثلا دی انت، دس انت هن. دی انت یعنی اردک و دس انت هن یعنی اردک کوچک. همینطور اگه آخر یک کلمه لاین باشه، ال ای ای ان، اون کلمه 100% آرتیکلش دس هست. مثل دس فایلاین، دس فایلاین و دس من لاین. لاین هم مثل هن یک چیزی کوچیک میکنه. اصل این کلمه هستش دی فراو، یا اینکه این کلمه هست دیا من. خب وقتی که لاین میاد پشتش میشه دس فرایلاین و دوباره با املاوت
و همچنین پیش منلاین اصل کلمه هست دیامن و املات نداره و وقتی که لاین آخرش میاد میشه دست منلاین. نمیتونم دقیقا چجوری توضیح بدم. به آلمانی میگن لاین و هین وقتی که آخر یه دونه کلمه میان اون کلمه رو فنیدلیکن میکنن. دقیقا نمیدونم معنیش به فارسی چی میشه، دقیقا نمیتونم توضیح بدم. من نیدلیک رو، کلمه نیدلیک رو پیدا کردم، زده بود ملوس. خب معنی نیدلیک ملوسه. یه همچین چیزایی، یه همچین کارایی با کلمه میکنه واقعا لاین و هین. مثلا پدر مادرها خیلی وقتا به بچه هاشون میگن مایسکن یا اینکه مایز لاین. خب از کلمه ماوس میاد، دی ماوس. ماوس یعنی موش. خب در واقع یعنی به بچه هاشون میگن موش کوچولو، مایسکن یا اینکه مایز لاین. یا اینکه مثلا به بچه هاشون میگن هیسکن، خرگوش کوچولو. حتی دوتا عاشق به همدیگه خیلی وقتا، یعنی عاشق و معشوق به همدیگه میگن شتکن، یعنی گنج کوچولو، همون هیسکن. اینجور چیزا رو خیلی به همدیگه میگن آلمانی ها. یا اینکه یه خورده قدیمی تراشون لیبکن، لیبکن یعنی عشق کوچولو. خب یعنی نمیدونم، امیدوارم که مفهوم کلمه یک خورده با توضیحات من رسیده باشه که در واقع چجوری عوض میکنه هن و لاین یک دونه کلمه رو. این رو هم بگم که لاین دیگه خیلی در زبان آلمانی استفاده نمیشه، قدیمی تر شده. بیشتر کلمه های قدیمی آخرشون لاین داره. مثلا فرویلاین خیلی کم پیش میاد بشنوه آدم، مگر که مثلا آدم های پیرتری اگرم استفاده کنن. پس لاین و هن دقیقا یک مفهوم رو دارن. لاین قدیمی تره و هن بیشتر استفاده میشه در زبان امروزه. و اینکه هم میتونیم با این دوتا کوچیک بودن واقعی یه چیز رو نشون بدیم و هم میتونیم یک کلمه رو با نمکش کنیم. آره فکر میکنم بشه گفت با نمکش کنیم. امیدوارم که مفهوم هن و لاین رو بهتون تونسته باشم تا حدی رسونده باشم. و اگر آخر یک کلمه اون باشه، او و ام آخر یک کلمه باشه، مثل این کلماتی که براتون اینجا آوردم، das Praktikum و das Studium، در این مواقع هم که او ام آخر یک کلمه باشه، اون کلمه آرتیکلش das هست. اینجا ما برای او ام که آخر یک کلمه میاد سه تا استثناء داریم. یک دونش هست der Konsum که آخرش او ام اومده. بعدی هست der Reichtum که آخرش او ام اومده و der Irrtum. Konsum, Reichtum و Irrtum. این سه تا کلمه آخرشون اوم هست، ولی با وجود اینکه اوم هست آخرشون، آرتیکلشون der هست. Konsum, der Konsum یعنی مصرف، der Reichtum یعنی ثروت و ایرتوم یعنی اشتباه. دوستان همچنین وقتی که ما یک دونه فعل داریم و اون فعل قراره بشه یک دونه نومن، آرتیکلمون دس میشه. کاخن میشه آشپزی کردن و دس کاخن میشه آشپزی. دس کاخن دوات ابل لنگه، یعنی آشپزی خیلی طول میکشه. چند تا مثال میزنم که بهتر متوجه بشید. مثل شپیلن که میشه بازی کردن و دس شپیلن که میشه بازی. یا مثلا واشن که میشه شستن و دس واشن که میشه شستشو. و این کار رو با بیشتر فعل‌های آلمانی میشه کرد. همین الان گفتیم که اگر ریشه یک دونه نومن، ریشه یک دونه اسم، یک فعل باشه، اون اسم آرتیکلش دس هست. همینطور اگر ریشه یک دونه اسم، ریشه یک دونه نومن، یک دونه ادیکتیو باشه، ادیکتیو یعنی یک دونه صفت، اون اسم هم آرتیکلش دس میشه. مثل گوت که یک دونه صفته به معنی خوب و دست گوته
یعنی خوبی. یا شون که یک دونه صفت به معنی زیبا و دس شونه که میشه زیبایی. پس اینجا دوتا صفت داریم که تبدیل به اسم شدن. گوت و دس گوته و شون و دس شونه. توجه کنید دوستان، صفت ها ادیکتیو ها کوچیک نوشته میشن و باز هم اسم ها بزرگ. اسم ها همیشه بزرگ نوشته میشن در زبان آلمانی دوستان. دوستان ویدیو شماره 1 تموم شد. این نکات آرتیکل ها بودند. اگر سوالی براتون پیش اومد، اگر جایی رو نامفهوم توضیح دادم، لطفاً در کامنت ها بنویسید و من خوشحال میشم کمکتون کنم.